آسیب‌های دندانی. آسیب‌های دندانی معمولاً مرزهای ضربه به وجود میان. این ضربه ها اغلب تو تصادف‌های رانندگی یا حوادث ورزشی اتفاق میفتن. رایج‌ترین جراحت‌های مربوط به دندان لب‌پر شدن و ترک خوردن اون هست. اگه شدت ضربه خیلی زیاد باشه ممکنه دندون بشکنه یا از دست خارج بشه. درمان این آسیبا به نوع محل و شدت اونها بستگی داره. هر وقت دندونها آسیب ببینن، حتی اگه اون آسیب به نظر خیلی خفیف بیاد، لازمه خیلی سریع به دندانپزشک یا اندودنتیست مراجعه کنید. تخصص اندودنتیست درمان جراحات دندانه. اون با کارگیری تکنیک‌های پیشرفته میتونه بیشتر دندون‌های آسیب دیده رو ترمیم کنه. به جراحات دندانی باید خیلی توجه کرد. اگه دندون دچار شکستگی‌های جزئی باشه یا در دست جابجا شده باشه، یه پارچه یا گاز استریل مرطوب با تمیز رو در دهانتون بگذارید و سریع خودتون رو به مطب برسونید. اندودنتیست یا دندانپزشک وضعیت دندون شما رو ارزیابی می‌کنه و اگه کنده شده و یا جابجا شده باشه، اون رو دوباره در حفره خودش قرار میده و درمان‌های بعدی رو انجام میده تا دندان دوباره در جای خودش ثابت بمونه و عملکردش بهبود پیدا کنه. مدت زمانی که دندون خارج از دهان شما بوده و نحوه نگهداریش پیش از رسیدن به دندانپزشک روی موفقیت کار دندانپزشک تاثیر می‌ذاره. باورهای غلط. برای کاهش دردهای ناشی از آسیب‌های دندانی می‌توانید یک قطعه قرص آسپرین را روی دندان قرار دهید. این باور غلطه. هیچ وقت آسپرین یا هیچ داروی دیگری رو برای ناحیه درد نگذارید. همینطور برای کاهش درد از پوماد و یا مسکن‌های موضعی دهان استفاده نکنید. برای تسکین دردهای ناشی از شکستن دندان محل آن را گرم نگه دارید. برعکس، گرم نگه داشتن محل آسیب دندانی باعث تشدید خونریزی میشه. برای کم کردن درد بهتر از کمپرس سرد استفاده کنید و سریع خودتون رو به مرکز درمانی برسونید. دندان کنده شده را لای یک دستمال یا گاز خشک و تمیز بگذارید. موضوع مهم اینه که دندان در شرایطی به دندان پزشک برسه که قابل قرار دادن در حفره باشه. به این منظور حتما باید دندان رو در محیطی مرطوب نگهداری کرد. دندان‌های شیری را به راحتی میتوان پیوند زد. دندان‌های شیری که کلاً از جای خودشون جدا شدن و بیرون افتادن رو نباید دوباره پیوند زد، چون پیوند دوباره این دندان‌های شیری ممکنه در آینده موجب وارد آمدن آسیب همیشگی به دندان‌های دائمی زیر اون که در حال رشد در داخل استخوان هستن بشه. دندان کنده شده را در حفره قبلیش قرار دهید. اصلا تلاشی در این مورد نکنید. دندون رو زیاد لمس نکنید و همین که اون رو داخل دهان نگه دارید کافیه. میتونید دندون رو بین لب و لثه یا زیر زبان نگه دارید. برای دریافت بهترین ویدیوهای پزشکی لطفاً همکنون عضو کانال پزشکی برتر شوید. پس از عضو شدن و سابسکرایب کردن حتما برای دکمه زنگوله نیز کلیک کنید و این ویدیو رو با دوستان خود به اشتراک بگذارید. روز خوشی رو برای شما آرزومندیم. با سپاس.